شبیه نور بی پایان خصال حضرت باقر، قلم شرمنده شد از وصف حال حضرت باقر. چه خورشیدانه روشن کرد تکلیف خلایق را، احادیث گوهربار و زلال حضرت باقر. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و هموطنان سلام، صبح زیبای شما بخیر، انشاءالله که صحتمند باشید و صبح امروز را هم به خوبی و خوشی آغاز کرده باشید. برنامه صبح فردا هست، ادامه برنامه. در همه ابتدای برنامه عرض تبریکی دارم به مناسبت ولادت با سعادت امام محمد باقر، پنجمین امام شیعیان، و همچنان به مناسبت آغاز ماه مبارک رجب. انشاءالله که بتونیم از این ماه پرفیض و با برکت هم استفاده داشته باشیم. به همین مناسبت ما در این بخش از برنامه، در بخش اخیر برنامه، دعوت کردیم از حاج آقای محمد حسین صداقت، خطیب عالم دین و امام جمعه مسجد جامع خیرخانه، تا بیشتر درباره این مناسبت و ویژگی‌ها و اوصاف حضرت امام باقر علیه السلام صحبت داشته باشیم. آج آقا سلام، صبح شما بخیر و تبریکی دارم این مناسبت خجسته و میمون خدمت شما. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم در قدم اول سلام و درود عرض میکنیم خدمت شما و خدمت همه کارگران تلویزیون راه فردا و مدیریت محترم تلویزیون، و از طریق شما سلام و درود عرض میکنیم به همه بینندگان و شنوندگان عزیز برنامه. بنده هم در قدم اول تبریک و تهنیت عرض میکنم فرارسیدن سال روز میلاد با سعادت پنجمین امام شیعیان و پنجمین اختر آسمان ولایت و امامت امام محمد باقر علیه السلام را، و هم تبریک و تهنیت عرض میکنیم برای سالکین الالله و برای بندگان خوب خداوند حلول ماه با عظمت و ماه مبارک رجب المرجب را. تشکر، سلامت باشین آقا. در امی ابتدای برنامه، قبل از اینکه به ادامه صحبت ها و سوالایی که قرار است از شما در این باره پرسیده شود بپردازیم، یک از القاب که بیشتر سر زبان ها هست باقر العلوم هست و بیشتر در خیلی از منابع هم یاد شده. شاید سوال خلق شود باقر العلوم یعنی چی، یک صحبت دیگه داشته باشین. به یاری خداوند و به نام خداوند، مسئله لقبی که به امام دادن، اسم مبارک امام محمد هست. بله. و لقب امام باقر العلوم هست. این لقب توسط پیامبر عظیم اسلام و توسط رحمت للعالمین قبل از میلاد آقا برای آقا داده شده. ما در روایت داریم که پیامبر نازنین اسلام صحابه داره به نام جابر ابن عبدالله انصاری، و این صحابه بزرگوار عاشق اهل بیت و عاشق پیامبر بوده. و یک روز میگه پیامبر نازنین اسلام ای جابر در نزد خود طلب میکنه، میفرمایه خداوند برای تو عمر طولانی عنایت میکنه و تو بعد از من پنج امام معصوم را درک میکنی، از جمله میگه شما فرزند من امام محمد باقر را هم درک میکنی، پنجمین وصی من. و عین عبارت پیامبر این است که اسمه اسمی و شمائله شمائله، یعنی اسم این فرزند من هم نام خودم هست، خودم هست و شمائلشان شمائل خودم است. اخلاق این فرزندم مانند اخلاق من پیغمبرم. بعد پیغمبر فرمود که یبقى العلم بقرا، یعنی این فرزند من می شکافد علم را، یک نوع شکافنده. بله. باقر به معنای شکافنده. بله. و لقب امام را که باقر العلوم داده، یعنی شکافنده علوم، اختراع کننده علوم،
و امام علوم را برای مردم آموزش داد. بله. و علوم را برای جامعه به اصطلاح گسترش داد، که یعنی قبل از امام یا او شرایط نبود و یا مثلا زمینه فراهم نبود که بقیه ائمه اون علوم را برای مردم بازگو کنه. بله. خب باج آقا، خوب است که درباره اوصاف و ویژگی های بارز حضرت امام باقر علیه السلام هم صحبت داشته باشیم، بتانیم ما هم در زندگی خود پیاده بکنیم، از اوصاف و ویژگی های شخصیتی آن حضرت اشاره داشته باشیم. بله. خدمت شما عرض کنیم که امام محمد باقر سلام الله علیه اخلاقهای ویژه و منحصر به فرد خود را داشت. بله. از جمله اخلاق امام شبیه اخلاق پیامبر عظیم اسلام بود. بله. یعنی همانطور که خداوند درباره پیامبر می فرماید که انک لعلی خلق عظیم، امام باقر سلام الله علیه همان خلق عظیم را دارا بود. بله. منظور از خلق عظیم و اخلاق دینی این نیه که دائم با مردم شوخی کنم، مزاق کنم، بخنده حق و ناحق، این نیه. بله. اخلاق کریمه اون اخلاقیه که مورد پسند دین و مورد تأیید قرآن و تأیید دینه. از جمله میتونیم ما به چند نمونه اخلاقی امام به اصطلاح با عنوان مشت نمونه خروار اشاره کنیم. امام در عبادت و در اطاعت بندگی سرآمد روزگار و سرآمد عصرشان بود. کلام از امام صادق سلام الله علیه می فرماید که هیچ وقت من پدرم را ندیدم که زبانش از ذکر خدا خالی باشه. من. یعنی در حال حرکت و در حال سکونت و در هر حال می دیدم که زبان آقا مترنم به ذکر خداوند است. و عبادات امام، شب زنده داره های امام، روزه داره های امام زبان زد عام و خاص اون عصر بود. بله. و این برای همه ما درس و الگوست. منظور ما در زاویه عرض کنم که هدف این نیست که ما بیایم فقط امام باقر را بشناسیم، ولادتش را تبریک بگیم و بیایم یک مقدار روز ولادتش خوشحال باشیم. هدف از این تبریکی و هدف از تجلیل از میلاد امام، هدف باید اینجا باشه که ما بتونیم به سیره امام عمل کنیم. بله. بتونیم اخلاق امام را، طرز زندگی امام را در زندگی عملی خود پیاده کنیم. این برای ما مهمه. عبادات امام زبانزد عام و خاص بود. ماه رجب است. حلول ماه رجب را ما هم تبریک میگم. و در ماه رجب درهای رحمت خداوند بازه. ماه رجب را ماه العصب، شهر العصب میگن. بله. یعنی رحمتهای ویژه خداوند مثل باران بر بندگان خدا میرزه. ما بیایم متمسک شویم به این امام همام، بیایم در عبادات در اطاعات خود واقعا پیرو باشیم و در طریق الهی گام برداریم و از طریق حیوانیت منصرف و به طریق انسانیت حرکت کنیم. بله. این یکی از نمونه برداشت ما از اخلاق و سیره امام. و نمونه هایی که در زندگی امام داشت، اخلاق دینی، اخلاقی که به اصطلاح خلق عظیم می نام قرآن، امام اهل کار و زحمت بود. بله. یعنی خود کل بر جامعه و سربار جامعه و خانواده نمی ساخت. امام روزه ها زحمت میکشید، تلاش میکرد، عرق میریخت تا به اصطلاح لقمه نان حلال برای اهل و عیال خود پیدا کنه. که متاسفانه ما امروز جامعه ما، مردم ما شاید خیلی از کارهای شاقه نفرت داشته باشه، از کارهای شاقه ننگش بیایه. ولی رویه امام این بود کارهای شاقه را هم حتی انجام میداد. ما یک داستان از زبان راوی عرض کنم که راوی میگه من تابستان گرم بود، تابستان هوای عربستان طبیعی که گرمه، میگه روز هوای گرم بود، من آمدم کنار مزرعه امام، دیدم که امام باقر از بس کار کرده، زحمت کشیده، بسیار به نخل خرمای تکیه داده، عرق از تمام بدنشان سرازیره. میگه خیلی دلم سوخت برای امام
و از یک طرف خواستم که نصیحت کنم، اون معتقد به امامت امام نبوده. بله. گفت خواستم نصیحت بکنم که برای دنیا اینقدر زحمت نکش، برای دنیا اینقدر تلاش نکن. گفت رفتم سلام کردم و بعد عرض کردم که ابن رسول الله چرا برای دنیا این همه زحمت میکشی؟ چرا این همه کار رو تلاش میکنی؟ رازق خداوند بالاخره رزق میرسانه. میگه امام تبسم کرد، گفت فلانی بنشین. گفت زمانی که نشستم میخواستم من نصیحت کنم که کار نکن، ولی وقتی که این دریای علمی امام باقر به تلاطم آمد، ما را به یک وادی دیگر برد. صدا زد فلانی، من افتخار میکنم که در این حال مرگ مرا گریبان گیر شود. به خاطر این که اگر من در این حال بمیرم شهید از دنیا رفتم، به خاطر که نفس کلام پیامبر که الکاد لعیاله کالمجاهد فی سبیل الله، یعنی کسی که برای اهل و عیالش برای به دست آوردن نفقه حلال تلاش کنه، زحمت بکشه مثل مجاهد در راه خداوند است. بعد میگه حرفه هایی به من گفت که من بالاخره پشیمان شدم که چرا این حرف به امام گفتم. پس یک از سیره امام کار کردنه، تلاش کردنه. من یک نکته برای بینندگان شما از طریق شما عرض کنم که متاسفانه از ما همینه. یک آقایی که 3-4 تا بچه کارگر داشت، دیگه میگه من کار نمیکنم، دیگه وقتم تمام شد، من خانه میشینم و بچه ها بره کار کنه. به نظر ما با سیره ائمه این رویه سازگاری نداره. امام سیرهش اینه که باید کار کرد، باید تلاش کرد. درست رزق خداوند میده، درست به اصطلاح زامن ارزاق ما خداونده، ولی نفس کار کردن خودش عبادته، نفس تلاش کردن خودش عبادته. ای دو. بله. و سومین سیره امام انفاق در راه خدا بود. ما این توصیه میکنم در شرایط کنونی که ما قرار داریم، ما این تقاضا دارم که از یک طرف ما برای فقرای عزیزمان توصیه میکنم که تلاش کنه، زحمت بکشه، بالاخره بنان خشک بسازه، ولی دستش را پیش هر نامرد و لعیم روزگار دراز نکند. و از اون طرف برای همه مردم جامعه من که نان برای خوردن دارد توصیه میکنم که بین بسیره امام باقر تمسک کن. یکی از سیره های عملی امام انفاق در راه خداوند است. یعنی هیچ روز بر امام نمیگذشت که ده ها فقیر به اصطلاح از دست امام به اصطلاح صاحب نان و صاحب غذا میشد. بین در این شرایطی که زیر خط فقر مردم ما، جامعه ما زندگی میکنه، بین اینا کمر همت ببندن، به این سیره عملی امام تمسک کنن، طبق توان نگذاره که دست فقرا پیش هر نامرد دراز شود، بالاخره طبق توان دست فقرا رو بگیره. بهانه میلاد امروز، به بهانه اول ماه رجب، به هر انسانی که توان به اسلام مالی داشته باشه فقرا را نگذاره که دستش به شهر کس دراشه. شاید خیلی فقرای عفیف داریم ما که به خاطر عفت دست خود پیش کس دراز نمیکنه. مردم طبق گفته قرآن، مردم خیال میکنه اینا غنیه، ولی در حالی که اینا غنی نیست، ولی از عفت دست خود پیش کس دراز نمیکنه. بین به این سیره امام تمسک کنه و دست فقرا را بگیره. و از اخلاق ویژه امام که درباره خانواده هست و درباره خانواده بیان میکنه، این برای ما خیلی اهمیت ویژه داره. امروز ما خیلی در جامعه کسان داریم که مشکلات خانوادگی داره، مشکل بین زن و شوهر، مشکل بین پدر و پسر، مشکل بین اعضای خانواده. اینها چرا مشکل ایجاد میشه؟ به نظر بنده چون ما از مکتب ولایت فاصله گرفتیم، از مکتب قرآن فاصله گرفتیم. اگر به ما متمسک شیم به مکتب قرآن، به مکتب ولایت و امامت، بهترین سیره ائمه ما اخلاق در خانواده است. بله. مثلا دو تا نمونه رو ما از زبان امام باقر به عنوان این که برای ما درس باشد در این روز بزرگ عرض میکنیم. امام باقر سلام الله علیه درباره شوهرها و مردان میفرماید که بهتر گرامی ترین مردان و بزرگوارترین مردان مرد است که
خانواده و همسرش به اصطلاح از او راضی باشه و بهترین احترام به همسرش داشته باشه. شما همین نکته را دقت کنین، وقتی مرد بیای احترام به همسر داشته باشه، چون ما پیرو امامیم، کلام امام واجب الاطاعه بدانیم. بله. به مرد طبق سیره امام و قول امام به همسرش نیکی کنه، به همسرش احترام کنه. انصافا مرد که احترام به همسر بکنه، آیا دیگه نزاع در خانواده وجود نداره؟ نداره، واقعا نزاع نیست. بله بله. واقعا خانه محل نزول رحمت خداوند میشه. و حدیث دوم از اون طرف هم امام میفرمایه که در روز قیامت با بالاترین شفیع برای زن و بالاترین دستگیر کننده برای زن روز قیامت از عذاب قیامت و آتش جهنم رضایت و خوشنودی شوهر است. ده. پس اگر یک خانم تلاش کنه در خانه که شوهرش را راضی کنه، یک خانم تلاش کنه که به اصطلاح شوهرش از او ناراض نباشه و از این طرف شوهرم کمال احترام به خانم بکنه، آیا واقعا این خانه تبدیل به بهشت نمیشود؟ آیا واقعا این خانه گلستان نمیشود؟ آیا واقعا این خانه دیگه محل نزول فرشته ها نمیشود؟ دیگه اینجا شیطان از این خانه فرار میکنه. پس این سیره های عملی امام را ما تلاش کنیم که در زندگی خود پیاده کنیم، اون وقت میشه که ما به بهانه میلاد امام بیم جشن میلاد را هم بگیرم. بله، خیلی عالی، خیلی تشکر، راجع به بسیار زیبا بیان کردین، نکته بسیار خوب را بیان کردین. در کناری که از صفات و ویژگی‌های بسیار خوب آن حضرت اطاعت و بندگی که شما اشاره کردین، انفاق، کار و زحمتی که برای عیال، برای خانواده باید کشید، در سیره زندگی و در وقت گریزی به زندگی حضرت امام باقر هم داشته باشیم، از علم و آگاهی و دانش آن حضرت بسیار نقل شده. بله. یک گریز، یک اشاره هم اگر در قسمت داشته باشین بسیار کوتاه. بله، امام یک از ویژگی که قبل از طول شما ایره عرض کنم ایه که امام یک ویژگی منحصر به فرد که داره، امام میگه علوی بین علویه اینه. بله، یک نکته خوبی هست. فاطمی بین فاطمیه اینه، چون امام از لحاظ پدر همه میدانیم که فرزند امام سجاد سلام الله علیه بود و امام سجاد هم فرزند امام حسین. بله. و از لحاظ مادر، مادر داره عفیفه و مادر داره که سرآمد روزگار از لحاظ تقوا و پرهیزگاری است. بله. مادر داره به نام فاطمه که ام عبدالله هم میگن، دختر امام حسن مجتبی. از لحاظ مادر نواسه امام حسن و از لحاظ پدر نواسه امام حسین. پس این هم فاطمی بین فاطمیین میگن و هم علوی بین علویین میگه. امام یک حدیث زیبا درباره مادر مکرمش داره. برای مادران عزیزمون توصیه میکنیم که امروز بزرگ، برای شما تبریک میگم و برای مادران توصیه میکنیم که فرزند تربیت کنین که نور چشم شما باشه، فرزند تربیت کنین که فردا باعث سرفرازی و عزت شما باشه. برای مادرشان نسبت به مادرش حدیثی داره، میفرمایه که مادرم فاطمه صدیقه اعظم بود. این خیلی حرف باله. مادرم صدیقه بود و مادرم طاهره بود و مادرم راضیه و مرضیه بود. یعنی این جملات درباره مادر داره. بعد امام محمد باقر سلام الله علیه مدت 19 سال دوران امامت این امام بزرگوار بود. خب در مدت دوران امامت یک شرایط ویژه برای امام پیش آمد، یک شرایط منحصر به فرد برای امام پیش آمد. یعنی اموی ها خیلی درگیر امام نبودند، یعنی خیلی به اصطلاح مثل حکومت های سابق اینا گلوگیر ائمه بودند، ولی این دوره اتفاقا برای امام یک زمینه توسعه پیدا شد، فرصت پیدا شد. بله، امام در همین زمینه و استفاده از این فرصت که امام کلام هم توصیه برای مردم داره که هر زمان از فرصتها استفاده کنین، از زمینه ها استفاده کنین. امام کمال استفاده را از این زمینه کرد. امام به اصطلاح مدرسه علمی، مکتب علمی تأسیس کرد و پایه های اجتهاد را امام تأسیس کرد.
خب این خیلی مهمه. درسته بله. امام صادق گسترش داد ولی پایه های اجتهاد توسط امام باقر تأسیس شد، شاگردان تربیت کرد که هر یکشان فعلا در اسلام نامهای برازنده و جایگاه عظیمی دارن. بله. ما در بعضی جاها بالای 30,000 حدیث از امام زبان امام باقر نقل شده. بله. 30,000 حدیث در زمینه های مختلف واقعا برای یک جامعه راکش است. بله. و در زمینه های گوناگون بالای 70,000 حدیث هم از زبان امام نقل کردن. حالا ببین در یک شرایط قرار میگیرد، پس این امامی که در همه زمینا کلام، تفسیر، فلسفه، امور سیاسی، در همه امور به مثل بحر دریای مواج باشه که هزاران شاگرد تربیت کنه، واقعا باقر العلوم. بله بله. یعنی لقبی که برای امام دادن مناسب و زیبنده امام بود و دوران امام دوران علمی بود که امام در این دوران خودش از علمشان کمال بهره برداری کرد. بله. و ثمرات علم امام است که امروز مکتب اسلام هم تا امروز و هم تا دامن قیامت به اصطلاح ادامه داره. البته این علم امام و ثمرات علمیان اختصاص به اهل تشیع ندارد. بله. برادران اهل سنت ما مذاهب اسلامی کنون نور چشم ماین به اصطلاح. بله. همه از همین منبع علمی و این دریای مواج علمی در کتبشان استفاده میکنن. بله. بهره میگیرن و بهرمند هستن. این بله. خیلی تشکر آقا، لطف کردین، خیلی صحبت های خوب و مفید داشتین. بدون شک درباره شخصیت عظیم این بزرگوار این امام همام هر چقدر صحبت بکنیم، هر چقدر بیشتر از شخصیت ها، از شخصیت و ویژگی ها و از اوصاف این بزرگوار بگویم شاید کمتر باشه. وقت برنامه ما هم این را تقاضا ندارم، وقت ما هم با پایین رسیده. خیلی تشکر آقا، لطف کردین، صحبت ها بسیار خوبی داشتین. در اخیرم مجددا عرض تبریک داریم به این مناسبت میلاد حضرت امام باقر و همچنان آغاز ماه رجب خدمت شما و همه هموطنان بسیار خوبی ما. در اخیر برنامه ما یک نکته را خدمت بینندگان عزیز ما از طریق شما عرض کنم که بله. به قول امام باقر سلام الله علیه بین ما عمل کنیم. امام میفرماید که از فرصت‌های پیش آمده، از زمینه‌های پیش آمده کمال استفاده را ببرید. بله. پس یکی از فرصت‌هایی که در این ایام لیالی متبرکه برای ما پیش آمده، شب‌ها و روزهای ماه رجب المرجب هست. بله. ما برای تمام پدران، مادران، خواهران و برادران خود توصیه می‌کنیم که از همین زمان کمال استفاده را ببرید. حداقل ثانیه های این ایام و زمان ارزش داره، دقایقشان ارزش داره. انشاءالله بتانیم که ما در این ایام به قرب الهی و برسیم و رضایت الهی را کسب کنیم که انشاءالله. حقیقتا اهداف امام باقر سلام الله علیه هم رساندن مردم به قرب خداوند است. خیلی تشکر جاقا، لطف کردیم.